واو، مثلا درک نمی کنم اینا اینجوری میشه. روزایی که این اینجوری میشه مثلا درک نمی کنم. سلام بچه ها، خوبین؟ خوش اومدین. سلام بچه ها، خوبین؟ خیلی خوش اومدین. سلام سلام قلبای من، ازم خیلی دور نیستین ها، حواستون باشه. ازم خیلی دور نیستین ها، حواستون باشه. تصویرم تخمیه چون دارم تو یوتیوب یه چیزی رو بارگذاری میکنم. ازم خیلی دور نیستین ها. سلام سلام سلام. اگه آریان عارفی رو دوست دارید، اگه عاشق منید، اگه عاشق منید، قلبای بغل رو بزنید که بریم تو اکسلور همیشه ثابت کنید. خواننده مورد علاقت کیه؟ من خواننده مورد علاقم گوگوشه، خدای من گوگوشه، خدای من گوگوشه. من اگه یه روز گوگوش از نزدیک ببینم جلوش زانو میزنم و جلوش سجده میکنم، فهمیدی؟ من اگه یک روز گوگوش از نزدیک ببینم جلوش سجده میکنم، میگم تو خدای منی. چرا؟ چون وقتی ناراحت بودم صدای تو رو شنیدم، وقتی خوشحال بودم صدای تو رو شنیدم، وقتی تو بدترین شرایط آهنگای گوگوش رو گوش میکردم دنیام عوض میشد، فهمیدین؟ تتلو چی؟ تتلو خوبه، بد نیست، ولی خب گوگوش که دیگه اصلا هر نمیشه چیزی رو اصلا دیگه یک بار. آره آقای تتلو هم خیلی خوبن، یکی از بهترین هنرمندان ایران هستن، ولی دیگه بانو گوگوش دیگه که اصلا دیگه یکی آفریده شده. اگه جنیفر لوپز رو ببینی چی کار میکنین؟ هیچ کاری. جنیفر لوپز، سلام هیرا جان، جنیفر لوپز هیچ لطفی در حق من نکرده جز اینکه مشتریامو بگیره خارکسته. من جنیفر لوپز بگم او ماچکسه، او خرکسه، ابله بشهور، تو کونه ساختی مرا بی کر کدی حرام زاده. من جنیفر رو بگم او خرکسه ماچکسه، کونه ساختی مرا بدبخت ساختی مرا بی کر کدی، همه نام تو را گرفتن حرام زادن. من گوگوش رو دوست ندارم. چرا عزیزم، چرا دوست نداری؟ مرسی ده نخوابیدی؟ آخه من یه روز اگه گوگوشو از نزدیک ببینم جلوش سجده میدم. من خیلی عاشق اینم که برم کنسرت گوگوش، ولی به خاطری که واکسن نزده بودم اجازه ورود به من ندادن، گفتم باید دوتا واکسناتو بزنیم، من واکسن نزدم. و اگه یک روز واکسن زدم و رفتم، میرم اولین صندلیش، اگه $1000 باشه میرم اولین VIP، میرم KIP، میرم KIP بالاتر از VIPه، میرم میشینم اونجا فقط گریه میکنم، فقط اینجوری دستامو میگیرم رو آسمون، به گوگوش نگاه میکنم، میگم عشق منی تو، بذار دستاتو ببوسم، بذار پاتو ببوسم، تو خدای منی، خدای من گوگوشه، خدای من گوگوشه. ببینید بچه، میخوام یه چیزی بهتون بگم، اون کسی که شما رو خوشحال کرده، اون اگه من با کلیپم شما رو خوشحال کردم، من اگه با لایوم خنده رو لبای شما آوردم، خدای شما منم. اگه من با یک کارم لبخند به لبای شما آوردم، خدای شما منم، چون من شما رو خندوندم. گوگوش با آهنگاش یک ملت و یک جهان آرام کرد. توی بدترین شرایط من وقتی آهنگ گوش نگاه کردم آرام می شدم. پس خدای من گوگوشه.
مریم جان تو بازیگرای ایرانی دوست داری به کی بدی؟ من توی بازیگرای ایرانی دوست دارم به آقای بهرام رادان کون بدم، اگه کونم نکرد بذاره فقط ساک بزنم، و دوست دارم به آقای محمد رضا فروتن یک کون بدم، و دوست دارم به گلزار ساک بزنم، براش فقط ساک بزنم، و دوست دارم توی بازیکنان دوست دارم به آقای علی دایی ساک بزنم، و دیگه خب حالا افتخار یک آهنگ گوش به افتخارش بخون. اوکی. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، شب و روزا به آسمون شیر بکشم. اینم به افتخار بانو گوگوش. کی آی پی بالاتر از وی آی پی شیوا خانم. خفش و ریدی کیرم تو هنجرت جون، تو فقط کیرت تو هنجرم. آریان جان خدا اینستاگرام، ممنون عزیزم، لطف داری برامون برقص. میرقصم واسه بچه ها رو بیارم. راحت. سلام کوین جان، خوبی؟ سلام علی آقا، خوبی؟ خوش اومدیم. چطوری؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ خوبی، مرسی. ما یه بازی مثبت 18 داریم، شما اوکی ناره؟ بله. من یهو از لایو حاجی رو خریدم اینجا. علی چطوری؟ سلام چطوری؟ خوبم. آرایش کردی تو یا افکت گذاشتی؟ آرایش کردم. خوبه. چه خبر؟ عشقه ده؟ خب بیا دنیا، میخواییم بازی کنیم. وایس آریان کار بهت گفتن دادم هم دست شوی. وا چرا میزنی حالا؟ باشه. خب چی سرمه از همون سوال بپرسید. علی آقا دوست جدیدمه اومده تو داری؟ میشتسم علی آقا رو، علی آقا فالوور قدیمی بنده. ای جدی؟ چه تو خوشبختم. بله. آریان چه کیسایی میزنی زمین؟ آریان علی آقا یکی از دوستای خوبم هستن، لطف دارم به من عزیزی. آریان مرسی. علی آقا توی ایران چیز دارم، ویلا اجاره میدم، به خاطر همین باشون دوست شدم که رفتم ایران یه ویلا اجاره کنم. جدا ویلا اجاره میدی تو؟ ایشالله. آریان میگه می اومدم شما، اومدم این و ایران بهش ویلا بدم، گفتم ان شاء الله بیا. آره ان شاء الله. علی دوست دختر داری؟ پاسور می بپرسم. علی نه نه. آخرین باری که سکس کردی کی بود؟ دیشب. دیشب بود؟ چند ساعتی خلوص؟ جدی؟ 45 دقیقه‌ای هستی. ها؟ نیم ساعت هست یا 45 دقیقه هست؟ راسته شده 20 دقیقه هیچی. خروس خواب دیگه چی کار کنم؟ تو رو برای چی بگم؟ با کابر یا بدن کجا می 20 دقیقه؟ کجا 20 دقیقه؟ کجاش خروسه؟ 20 دقیقه خروسه. 20 دقیقه خوبه دیگه. 20 دقیقه برای چی خروسه؟ یه 20 دقیقه آخه ایشه بابا. 20 دقیقه رو کار، 20 دقیقه رو کار کمه؟
20 دقیقه رو کار بودی یا نه خیلی دیگه 20 دقیقه رو کار دیگه لیسترم هستی یا نه لاسلوس نمیزنی مگه داری من نه اونجوری نه ببین اونجوری که اون نه شب تا صبح میزنی اینجوری میزنی نه 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 ساعت 10 نه 11 شب رفتم خب کلا 20 دقیقه چی بود 20 دقیقه تخ تخ میدادم من اینو من متوجه چوت فرق ببین تو الان 20 دقیقه میزنی یا 20 دقیقه میخوری دقیقه میزنی چه جوریه. نه 20 دقیقه میزنم فقط یعنی نمیخوری خاک بر سرت ای حالت نه بابا خوردن که نمیخورن که خوردن که نمیخورن نمیخوری سینه مینه لب آها اونا رو آره اونا رو میخورم اونا رو میخورم اونا دیگه یه 20 دقیقه بعد طول بکشه یا نه بیشتر اونجی بیشتر یک ساعت خورده طول کشید یک ساعت خورده طول کشید سلام دنیا خوبی؟ سلام سلام مرسی بچه هم مرسی باید باشین آدم باشین آدم باشین آدم انسان بودن حکم اوله دنیا جونم آخرین باری که جغزدی کی بود همین ده یورو پیش یورو پیش جغزدی آخه آریان تو آخرین باری که جغزدی کی بود من یک ساعت پیش یعنی تو هر زمان هر صبحی که میری حموم جغم میزنی تو حموم یا اینکه نه من یکی من اصلا بدم میاد که توی حموم من دو جا نمیتونم جغ بزنم یک کسی که روی یکی که تو خونه مردم باشم اصلا نمیتونم جغ بزنم یکی که تو حموم باشم من باید فقط روی تخت خودم باشم تنها جغ بزنم یعنی رو تخت خودت جغ میزنی کثیف نیست صندل چیز دیگه دستمال چیزی نمیگیری نه من چون یه چیز دارم دیگه من که آبم که نمیاد جغ میزنی آبت نمیاد یعنی نمیخوای ارضا بشی پس سر چی میزنی نه من خب من جغ میزنم آبم که نمیاد که بریزه رو تختم کثیف بشه یعنی وقتی میخواد بیاد حالشو میکنم ولی نمیاد آبم یعنی میاد داره میاد میگیریش بعد دیگه تموم میشه نه نفهمیدم نه اصلا من بذارید من بهتون بگم ببین من وقتی که جغ میزنم آبم دیگه نمیریزه روی تختم یعنی اون حالا میکنم فکر میکنم آبم اومده ولی آبم نمیاد بیرون از تو کیرم بعد با دستشویی با دیش میاد بیرون بعد فرداش با انم میاد ایش چه؟ یعنی چی؟ یعنی تو با ان ارضا میشی یا با چی میشی؟ نه ببخشید من یعنی من ارضا شدم یعنی انا یک ساعت پیش جغ زدم آبم اومده ولی آب از کیرم بیرون نیومده جمع میشه فرداش با گوهم میاد یعنی نه تو ضعیف آریان جان میگم نتت برم میچرخه برم اوکیه من یکم چون دارم تو یوتیوب هم یک کلیپ میذارم به خاطر همین صحبت آها آها تو یوتیوب داریم خب علی آقا شما از ما سه تا مثبت 18 مثبت 18 آریا اول یه لحظه تو کلامتون بده خودش رو معرفی کنه نمی‌شناسمش. علی از شمال دیگه چی رو بخوای بشناسی؟ علی از شمال. اما اوکی. اومدم کیش. کیشی. آره خیلی وقت اومدم. خب. بپرس. سوال من اصلا بپرسم یا نه؟ بپرس دیگه از همه بپرس از همه بپرس سوال من پایه آخرین چیزت کی بود نزدیکیت چیست سالتی همه به خدا دیگه میدونن دیگه اصلا تو یوتیوب آریان برو نگاه کن بابا 20 سال پیش که نمیشه که در علی کی نگیری راست شده 20 سال پیش جان تو 6 سال یعنی 20 سال پیش تا الان تا خواب بایست 20 سال چیست 20 سال
6 سال پیش اوکی. دنیا جان آخرین سایزی که بپن. تو دستت گرفتی کی بود؟ چی رو سایز گرفتم تو دست انکیر؟ آره آره کیچه خیلی آزاده. کیرو فکر کنم پریشب که بود. آریان گفتم ترک پریشب بود دیشب. نه پریشب. آریان تا الان مشتری اومده که پیشت بده در بره یا نه؟ مشتری مثلا اومده مثلا کرده گفته پول تو ماشینه بعد که رفته فرار کرد. پول نداد؟ آره چیز کرد گفتش که من آره منو کرد ببخشستم منو کرد بعد چون من این که من میگم مال 2 سال پیشه من تازه شروع کرده بودم قانونای مثلا اینا رو نمیدونستم که اول بعد پولمو بگیرم بعد کون بدم بعد منو کرد بعد که کارش تموم شد من گفتم الان پول میده دیگه و گفتم پولم چی شد گفت ببخشید آرین جون من تو ماشین گذاشتم برم بیارم دیگه رفت ماشین بیاره فرار کرد دیگه من بیچاره. خب من پرسیدم حالا شما برید دنیا بپرس سرمه شده بری دستشویی بری اینی خودتو نشوری اینجا به نظرت آب داره وای من نه من نمیتونم خب آریان تو شده تا حالا توی یه مسیر راش بشاشی تو خودت به دستشویی نرسی؟ من آره یه شب ساعت 11 بود از باشگاه میمدم خونه بعد قبلش توی باشگاه من چیز پفک و آب میوه خورده بودم بعد پفک و آب میوه خورده بودم بعد چیز شدم اسهال شدم بعد تو دیگه نرسید تو خونه همجوری که داشتم میومدم پیاده خونه توی بیابونی کشیدم خود چه سوال میکنی با دیگه ادامه شده اسهال وقتی میری تو اسهال من گفتم شاشیدن نگفتم اسهال چه فرقی داره ریدن و ساشیدن؟ ساشیدن یقیقا آب اصحال همه چی با همی قاطیه آره دیگه اون خب بریم سراغ این دوست همه چه شو یاد هم را علی تو حالا تو بچگی کیون دادی؟ آره تو بچگی کون دادی؟ نه تمام شد خب بپرس ازش تو چند سالگی بودی توضیح بودی؟ سرمه تا حالا شده یه پایین تر از سن خودت کس بدی؟ وای نه متنفرم آری هم با جوون ترین پسری که سکس داشته چند ساله بوده؟ و جوان ترین سکسی که داشتم من 18 بود. علی تاره کسی رو خف کردی؟ خف نه خف نکردم نه حالا خف شد؟ آره خف شدم. خب سرمه شده تا حالا برای چیز دیگه سرمه شده تو شده تا حالا تو خیابون کسی به تعرض جنسی کنه دست بذاره یا چیزی تو هم حالت بد بشه داد و بیداد کنی؟ نه تو ایران؟ نه من تجاوز شد 10 سال 12 سالی که بیرم تجاوز شد خود دیگه هم بدتر از اون خود دیگه نیست اونو تعریف کن. نه تجاوز شد اونم از طریق دوست دختر خودم یعنی دختر بود دوستم بود منتها خراب بود مثل من بود یعنی چی؟ آی مثل من بود خود دیگه من خرابه به من چه
که اون خودش داره کس میده و من کاره نیستم. یه گفت بیاریم پارتی و فلان اینا. گفتم با من اجازه ندارم، بی اجازه با از مامانم بگیر من میام. بعد به مامانم گفت، مامانم گفت اگه واقعا مهمونیه به اشکالی نداره. گفت همه تون دختر؟ گفت آره هممون دختری. بعد هیچی رفتم یه دفعه دیدم سه تا پسر بودن، یه دختر سر کم داشتن، منو بردن اونجا. بده بهش تعصب بکشه کسه تو کمونه تو کسه تو کمونه. من اقعا گریه کردم یارو کسافت. البته بگم اون نکنه که به من تجاوز کرد مو. خدا همه تش کنه. چرا؟ خدا لعنتش کنه. داستان نکشید. جدی میگم. آی خدا لعنت خدا ایستاده تو اون دنیا سیخ داغو بکن تو کمونش. آره دیگه. چی جوری تجاوز کرد دوازده؟ یعنی از جلو کرد؟ آره دیگه جلو. آره یعنی الان اون موقع تو چیز شدی؟ بکارت تو گرفت ازت؟ آره دیگه بکارت همو گرفت. ولی من دیگه مامانم اینا خیلی خوب بودن، یعنی مثل بقیه نبودن که بخوام منو بندازم بیرون و بگن برو فلان و اینا، نه. بعد چیزه اون دختره رو ازش شکایت کردن، از پسرم شکایت کردن، ولی جاست داشت کار میرسید به ازدواج زوری و از یه ازدواجایی که خود چیز میکنه مامورا. بعد دیگه اینا قبول نکردن، شکایت رو پس گرفتن. بعد دو سالم پسره چیز شد، پسره تصادف کرد، گفتن مرد و سقط شد. اون دختری هم که این کار رو با من کرد اونم کارتون خواب شد، یعنی معتاد بود، معتاد شده بود، بعد دیگه کارتون خواب شد. گفتم دیگه این همینه. سومه بنده خدا هیچ خیلی هیچ جوونی نکرده زندگیش کرده. بعد از دو سال مون ها. آره به خدا من خیلی ببین من قد دلم پاکه. ببین من یه دوست پسر داشتم، دوست پسرم دانشجو پزشکی بود. خب بعد یکی دو ماه با هم دوست بودیم. بعد دو ماه ای گفت آقا من نمیخوام و من دانشجو پزشکیم و تو به درد من نمیخوری و فلان. و منم دوستش داشتم و گفتم هم نداره مهم نیست. باورت میشه بعد 4-5 ماه به من زنگ زد گفت سرمه میشه با من دوست چی؟ گفتم چرا؟ گفت من دلم میخواد آخه تو خیلی دختر خوبی هستی، خوش قلبی فلان و اینا، بیا با من دوست شو. گفتم نه دوست نمیشم باهات. گفتش که گفت آخه میدونی داستان چیه؟ گفتم داستان چیه؟ گفت وقتی که من این کارو با تو کردم رفتیم یه مهمونی، خب توی مهمونی بودیم دختر و پسر، مامورا اونجا ریختن، خب مامورا اونجا ریختن، همه ای ما رو گرفتن. کارت دانشجویی منم گرفتن، دانشگاه من از دانشگاه اخراج کرد. 10 سالگی دانشگاه بودی؟ نه من نه. دانشجو پزشکی بود. از طریق مامورا، خب اینو یعنی پارتی میگیرنش، بعد از این دانشگاه که میفهمن اینو از دانشگاه اخراجش میکنن. گفتم حالا بخور دیگه نبینم برای من اینجا چیز کنی ها. اسمش چیه؟ بگی آقا من نمیدونم دانشجو پزشکیم تو فلان. بگو خارکو سبازی برای هر کی درمیه برای من در نیا اینو بگی. آره دیگه جوونی بود دیگه، اومدن این کارو کردن و گفتم باش برو من نه دوست نمیشم. آخه من با یکی بعدم بیاد دیگه بعدم اومده، یعنی دیگه محال ممکنه هر اصلا بیاد بگه من عاشقتم، من دوستت دارم میمیرم برات، اصلا امکان نداره. سورمه اگه یه نفر میخواستم همین سآله رو ادامه بدم، یارو که کردن کسیت خون در اومد با خون دوباره ادامه میداد میکردنشو؟ نه کسم خون نیمد، کسم شانس آوردم، رفتم دکتر گفتش که چیز پردت ارتجایی پاره نمیشه. الله اومد سلام اومد قرارم پردت ارتجاییه. من فهمیدم چون دکتر به من گفت زمانی که بچه رو تو از کست بیاری خب کست پردت پاره میشه، من بچه رو از رو شکم از زیر شکم هم آوردم، سزارین کردی. سیاپوسته با یک کیر دست بیر میکنه توش پردش نمیدره؟
نه دیگه ارتجاعیه دیگه، شل میشه ولی بعد دوباره میاد سر جاش. ولی اون کیه اون سیاه‌پوست رو خوب تحمل میکنی ها، اگه من بودم میرسی تا لوزل میدن. نه بابا خوبه لوزل میدن. آخه زنا گلشادن دانی. اینا کیره میره داخل رودشون آریان. مال ما تا روده نمیره که، مال ما تا رحم، رحم زیر ناف. عزیزم رو... آره خب فرقش اینه که شما تا روده میره، اینا از کوز میره، رحم میره قشنگ تا زیر ناف میاد. مال ما میره تا تحال. تحالت کجاست؟ همونجا دستتو بذار تحالت پیدا کن تا اونجا میره. صبح بعد از زنها تا ناف میره دیگه قشنگ تا زیر نام. رحمت کجاست؟ رحمت بعد زنها حس میکنن، بعد زنها حس میکنن تا ناف میره. حالا علی مگه نکردی کس اینجوری که محکم میدونم آخه محکم محکم که میزنه رحم زیر زیر چیزه زیر نافته، اینجوری اینجوری که میزنن دل درد میگیری، بعد دل درد میگیره. چیزی شاشت میاد، بعد شاشت میاد، بعد من رحم هم پایینه، رحم من بالا نیست، من رحم هم مال انقدر رحم هم بالا های دکتر هم پیداش نمی کنن. میانه می دانید رحم تو کجا رفته تا خواهده تو بده هم لگن هم کوچیک هم رحم هم پایین. به خاطر همین نمی کنم شکم بیارم، یه ذره شکم میارم یعنی پدرم نرمید. من لگن اضافه دارم خواهم، تو لگنت کوچیک، من لگن اضافه دارم، خواستی بیارت بدم. نه عزیزم نه قربونت برم. آی خدا سلام، سلام آیدین چطوری؟ درد نه درد آدم جون اونو خواهیم شما رو ندارم کسی رو شوخی میکنم. خب بپرس علی، سوال بپرس علی، بپرس علی. شما آخر اینا چه سایزی دوست داری؟ من چه سایزی دوست دارم؟ من دوست پسرم و خیلی دوست دارم، 26 سانته جون چقدر. واه اون دست بیله چیه؟ ببخشید ببخشید آفریقای آمریکایی یا سیاپوست؟ سیاپوست خوب گندن نیم. آه وقتی اسمشون میاد بدنم میلرزه، چه برسه بخشونه. آه وای چرا؟ خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده، خیلی گشادت میکنه. واه میذاره یه راه میری تو خیابون میگوزی دیگه، با سوراخ کونت میتونی حرف بزنی تو خیابون وقتی یه سیاه پوست بکنه. نه بابا چه پر میکنه به خدا. نه سورمه کاری الان به کست ندارم، ولی یکی از سیاه پوستا وقتی اکون بکننه دیگه خدا شاهده احتیاج به رفیق و همدم نداری. سراختونه برای چه چه میزنه، آواز میخونه، درد دل میکنه. موقع که درد دل کنی فقط به خودش بگو، به خودش گفتی خارجش میکنه. نمیذارم که تو کنم خیلی تنگه. آریان جان آخرین رابطه ای که به تثبیت کفتاد که بس یا پوستا کرده جان کی بود؟ بعد کی بود؟ بهت حال داد یا نه؟ سلام نفس شم. من اصلا نفهمیدم، دوباره بگین. دنیا جون داشتن حرف میزدن. گفتم بهترین سکسی که داشتی یا مشتری یا هر چیزی که داشتی کی بود؟ چجوری بود؟ بهترینش. من بهترین مشتری اینی که میگم مشتری نیست، این دوستمه، احوازی بود. سه شب پیش اومده بود، بعد
خیلی چشم ابرو مشکی قد بلند هیکلی کیرش هم کلوف و من چون با این راحتم اینم میدونه من لایف گذارم بعد از بس که تو لایف به من بچه ها گفته بودن کی تو رو میکنه ملخ اینا بیچاره وقتی که این منو داشت میکرد من بهش نگاه میکردم گفتم چون تو لایف همه من میگن تو ملخی کی تو رو میکنه تو داری منو میکنی حال میکنی میگفت آره دارم حال میکنم چی پول تنگی بعد انرژی میگردم بعد دو دقیقه دوباره میکرد دوباره گفتم تو داری واقعا منو میکنی اصلا دیوونه شده بودم به خدا واقعا دیوونه شده بودم چرا آره با من تو رو دوست دارم سایزش چقدر بود سایزش چقدر بود سایزش 24 آخه من بهش گفتم من بهش تو وقتی که داشت منو میکرد بهش گفتم اسمش چیز بود هادی بود گفتم هادی تو داری واقعا منو میکنی گفت آره چرا گفتم آخه تو لایف همه من میگن کی تو رو میکنه تو زشتی تو ملخی تو لاغری نه با من عاشقتم تو خوشگلی سلام هادی جان ببخشید دیگه اینا رو گفتم با اجازت دیگه معذرت آها داخل لایو الان داخل لایو بود برای شیر مادرش هادی جون معذرت دیگه اینا رو تو لایو گفتم معذرت میخوام دیگه ولی سوال بود بگو دنیا جان جانم بگو تا الان آب خوردی یا نه؟ آره تو ایران که بودم یه پسره رو خیلی دوست داشتم و بهم میگفت اگه نخوری اونجور میشه اونجور میشه و یه بار امتحان کردم یه بار دوم دیگه امتحان نکردم خب سوربه بپرس سوربه تو بپرس سوربه قشنگ بپرس علی گفتی به تجاوز شده درسته؟ چند سانتی بود؟ تجاوز چیز نه یه چیز از من بردن نه اونجوری نه اونجوری تجاوز منظور اینه که تو بچگی کندازی تو بچگی داره گفت نشکی گفت کندازی گفت آره اونو بپرس آره چند سانتی بوده بهت خورده من بچه بودم بعد دوچرخه نداشتم پدرم برای من دوچرخه نخریده بود کوچیک بودم خیلی دوچرخه دوست داشتم یه همسایه داشت این گفتش به من گفت بنابیا اینا گفتم بهش گفتم بیایم دوچرخه برم به دوچرخه سواری کنم گفتش که باشه دوچرخه گرفتیم رفتیم سمت زمین فوتبال داشتیم رفتیم اونجا باغ انار داشتش رفتیم اونجا گفت بریم با هم کار داریم رفتیم اونجا خب کجایی هستی من اینا شمال آه اوکی اونجا دیگه من تجاوز که دستت من دیگه تجاوز چی کردم با پا خود کوچیک بود کوچیک بود نه کوچیک بود حالا تو پنج سانتی بود که نمیدن تو بچه ای نه اونی که به تو زد چند سانتی بود شیش هفت سانت میشده شیش هفت سانتی بود کوچیک بود بچه یه دو تا بند آره اونم کوچیک هم شیشه یه دو تا هم شیش هفت سانت که خرگوشه دو سال از من بزرگتر بود من اون موقع 7 سالم بود من اون موقع 7 سالم 7 سال یعنی پسرتون 9 سالگی به تجاوز کرد عجب پسری آره آره این پسر خارکوسا که تا آخر عمرش آره. دو سال از من بزرگتر زیر روش میباره خب چی بپرسم دنیا دنیا تا حالا گروپ داشتی؟ آها چجوری؟ آره تو لایو انجام دادم یادت نیست آها تو لایو بودی پسر دختر با هم آره 10 نفر آدم تو خونه بود دختر اصلا نبود آها دختر نبود یعنی ترنس و پسر بودین استریت؟ ترنس هم من بودم ما باقیشون گی بودن من دوست داشتم فتیشش رو نگاه کنم جا بزنم آه یعنی اونو با تو کاری نکنم بچه قلب بغل رو بزنید بهشون بچه به دوستاتو میگه قلب بغل رو بزنم بچه قلب و فشار یعنی بزنید یعنی دوستات اونو جا میزنن تو نگاه میکردی؟ ما بین و ما وسطاش یه مرده بود ما بینشون اکتیو بود یعنی فاعل بود فقط با اون چرا با اون خوابی داره آها.
بچه قلب بغل رو بزنید لطفا. آریان کلن در روز چند بار میدی؟ چند تو مشتری داری؟ من روز مشتری نمیگیرم، فقط شب تو تاریکی عزیزم. میدونم چند تا مشتری، یه دونه میگیری یا دو تا سه تا عوض میکنی؟ من از ساعت 8 شب شروع میکنم تا ساعت 4 صبح سه تا مشتری. سه تا مشتری، حتی یه ساعت دو ساعت چجوریه؟ مثلا دیگه 9 شب 8 شروع میکنم، لباس میپوشم، کلاگی سارایش اینا، 9 اولی مشتری رو میارم تا 10 باهاشم، 2 ساعت استراحت میکنم، 10 تا 12 استراحت میکنم، یه قلیونی چایی غذایی، 1 دوباره یک مشتری میگیرم تا 2 دوباره استراحت میکنم، 3 آخرین مشتری رو میگیرم تا 4 صبح. 4 صبحم در رو قفل میکنم و به پرده ها رو میکشم، کرکره پایین خواب. کرکره ها رو میکشم. اوکی. تا حالا شده یکی از اینا بیاد پولتو بیاد بدنه بخواد برای داستان درست کنه؟ تو خونه خودت این کارو میکنی یا میری هتل؟ نه من خودم خونه دارم دیگه. میدونم. نه منظورش که مشتری میاره خونه خوده یا جایی میبری؟ میاری تو خونه یا میبری هتل؟ آخه من مشتری ها میان تو خونه، اونجوری امنیت خودم بیشتره. مثلا من برم تو خونه یا هتل، اونجا یک بلایی سرم بیاره کی میخواد بدادم؟ ولی تو خونه خودم باشه، خب من اینجا چون مثلا من دولتی کار میکنم، تکس میدم به دولت، چیز دارم. مثلا من الان چیز کنم دستمو بزنم به دیوار، یعنی چی؟ من نفهمیدم. دولتی کون میدی؟ بله من دولتی کون میدم، یعنی اینکه من چون به دولت مالیات میدم، من دولت خبر دارم. منظور سلواتیه. چیز حساب نمیکنه، آزاد حساب نمیکنه، دولتی حساب میکنه. منظور دولتی حساب میکنه. آره دولتی. ببینید بچه ها، چون من مثلا دولتی کون میدم، یعنی اینکه خب من با دولت کار میکنم، مالیات دولت رو میدم به هر مشتری، از هر مشتری 30% مالیات میدم به دولت، و به خاطر اینکه گفتم امنیت منو مثلا داشته باشید، من الان مثلا اگه یه مشتری بیاد تو خونه بخواد من اذیت کنه، من دستم رو میزنم به دیوار، 2 دقیقه دیگه پلیس اینجاست. آها چقدر. آره و آره پلیس 2 دقیقه دیگه اینجاست، و اینکه فقط دستمو بزنم به دیوار اینجوری فشار بدم پلیس میاد، و اینکه سری میاد و دیگه هیچ چیز. تموم شد. من دنیا بپرس. سوال من اولیش از سورمه، سورمه تارگان تو ماشین گفتی ندی؟ من به همین دوست پسرم سامان. چطوری سامان؟ دوست پسرم تو ماشین بودیم، تو هتل بودیم، تو پارک بودیم، همه جا بودیم. آه خدا رو شکر. میگم علی شما تاره داخل ماشینتون دادی؟ من کلن تو زندگیم یک بار بیشتر ندادم. آه همون نه خب کردی تاره تو ماشین کسی کسی؟ آره داخل ماشین خیلی خیلی، اتفاقا یه 6-7 روز پیش داخل ماشین برام دادم خوردم. یه مدلی خورد برات برام نشون بدی؟ خب نه صندلی آوردم عقب، من خودم اینجا آوردم عقب، قشنگ دادم تو دهنش. چند سانت داری؟ 16 اینا. آه 16 سانت رفاته خوبه. آخه 16 سان چیه علی آقا؟ علی من هرچی میگم بدون که من همونه درسته 16 سان. خب ناامیدم کردی. 16 سال چیه دیگه؟ دیگه بیشتر از این دیگه نه، باید چیز کنم برم یه دارو بخورم. الان میگن یه دونه دارو اومده میدونه آسفارز رو بزرگ میکنه، من نمیدم اون دارو چیه، نمیدم راست یا دروغه، نمیدونم دارو که من خوابیده. 16 مثلا کلوب یا لاغر؟ نه کلوفته هم به هر کی میاد میترسه، خودش میترسه، نمیدونم برای چی نمیترسه. وای من امشب یکی رو دیدم تلفنی اینقدر کلوفتیش بود، یا خدا. دیدمش جون مادرم که اونم در گرفت. چه برسه خواب بیا بره تو.
الان دنیا تو چیزی تو روی رنگی ویدی گل گل زدی؟ من همیشه رو گلم، الان هم رو گل و بیخوابیم. آها، یعنی شب قبل چیزی مصرف کردی؟ کوک زدی؟ نه قربونه، دیشب با مریم اینا تو لایو بودیم تا صبح. آره دیدم با اون گستگ بود اون تو لایو خوابید. نصف شب بیدار بودم دیدم اتون. آره دوستان من طرفدارای آریان عارفی قلبای بغل رو بزنید لطفا. عشقای آریان عارفی قلبای بغل رو بزنید لطفا، من به خاطر شما لایوم. مرسی دوستایی که منو دوست دارن قلبای بغل رو بزنن. این میگه زن اهواز هست، زن نمیدونم تهران هست، اون یکی میگه زن فلان. برای پس اینجور خب بپرسید دیگه علی بپرس. سرمه بین ما ستا پیش کی بخوابی؟ دوست داری به کی بدی؟ دوست داری برای کی رو بخوری؟ چه؟ حالا سوال مسخره یه خب سوال دیگه جواب پیش کی گفتی؟ گفتم پیش کی بخوابی؟ حالا کیف کنی نا این یه سوال دیگه بپرس. خب یه سوال دیگه. آریان تو بپرس. من سوالم. فرزا جون سلاخی برای خواهرت در میاد. میدونی چقدر در میاد؟ یه $100 بهش میدم. خوبه؟ فکر کنم زندگیت میچرخه با $100. من بپرسم. آره سرمه جون مثلا خفن یعنی نمیرم. اوکی خفن تر خفن ترین جایی که کستادی کجا بوده؟ کی منو میگه خفن ترین جا؟ من خفن ترین نه 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 جنگ هم میگه نه دنیا خفن نبوده برام دادم دیگه. نه مثلا خفن ترین جایی که من خب تو کابینت دادم، شما کجا دادی؟ من کجا دادم؟ من به دوست پسرم تو کلاب دادم. یعنی خفن ترین جا تو کلاب بود؟ آره توی استریپ کلاب بود، با هم دیگه بودیم برای که مخصوص هست همه اینا با مردم، من با دوست پسرم بودم. یعنی تو استریپ کلاب ها میرن؟ یعنی مردم میتونن برن تو اتاق؟ استریپ کلاب که میری دخترایی که اونجا هستن خودشونو لخت میکنن، پول میزن بهشون. یه اتاقایی هست، یه اتاقایی هستش که حالا پرده میکشن، بعد توی اون اتاق تو میتونی سکس کنی. میرن از ولی من چون میگن آره من یک بار میخواستم من برم استریپ کلاب، بعد دوستم گفت اونجا نرم، گفت دخترها تو رو ببینن بعد از تو کلاب تو رو میرزن بیرون، حسودیشون میشه از این حرفا. نمیدونم چه بابا، من اتفاقا دوست پسرم گفت که مثلا تو اینجا بشین، من کار دارم، چون داشت شرف میزد و اینا، گفت تو اینجا بشین من میرم یه کار دارم برمیگردم. بعد یه دختره به من گیر داده بود فکرت من چون اونجا به استریپ کلاب برای دخترها نصف در میاد، برای پسر دو برابر در میاد برای قیمتش. آها من خودم کار کردم. اوکی من از علی میپرسم. اوکی از علی میپرسم. علی چیز تا حالا پسر کردی؟ آره چند بار پسر؟ شیش افور کرد. خیلی خوب بودم. آخرین باری که کردی کی بود؟ آخرین بار نمیدم. سلات این گو نخور، دخترم اینجا میبینی من تو ماشینم، تو اگه دختر من دیدی گو بخور مادر جنده، اصلا من خورد نکنه. کیری 14 15 سالی
14 15 سالگی. الان چند سالته؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. یعنی دو پ... نه الان چند سالته؟ الان 33. خب الان 33. آخرین بار 15 سالت بود؟ آره. یا 14 یا 15 سالم بود. اما خیلی خوب. نه اونا دیگه حساب نمیشه. زیر 18 سال سکس با پسر حساب نمیشه، چون بچگی خب همه این کارو میکنن. بالای 18 رو بگی. نه بالای 18 نداشتم. بالای 18 نداشتم. بالای 18 چرا نداشتی؟ اومدم دیگه گرایشم دیگه به دختر بود دیگه، چیز نبودش. من با دختر راحت ترم. با دختر چه فرقی داره؟ مثلا تو کونی یه پسر بذاری یه کونی دختر، چه فرقی برات داره؟ ببین دختر یه لذتش یه جوری دیگه یه، بدنش یه جوری دیگه یه تا پسر. بدنش کلا زمین تا آسمون فرق داره. زمین تا آسمون. آره برای شما مردا مثلا الان اینو واقعا راستش بگو، برای شما مرد مثلا من مردایی میشناسم که میگن تا زمانی که تو بتونی مثل یه دختر باشی ما تو رو میکنیم. آیا برای تو هم اینجوریه؟ نه. Hi, how are you? Oh, tired. Oh, my. Thank you. You got my message. آیان جان با منی؟ نه بدم سرمه میخواد بره. سرمه میخواد بری یا بمونی؟ اگه دوست داری میمونم. اگه نه دیگه. Go ahead and talk. خب مشکلی نداره با مسافره؟ نه میگه میتونی باش حرف بزنی. خب اوکی صحبت کن. سوال من اینه که میخوام ببینم که آیا علی مثلا من گفتم مردایی هستن که به من میگن تا زمانی که تو بدن دخترونه باشه، تا زمانی که تو آرایش کنی، تا زمانی که موهات بلند باشه، لباس دخترونه بپوشی، we are fine، یعنی ما اوکییم با تو، ما میتونیم تو رو بکنیم، مشکلی نداریم. آره میگم آره. آیا برای همه مردا اینجوریه؟ آره آره. ببین علی کی هستش؟ خب ترنس. اینو ببینیم، اینو با دختر یک جا بذاری میگی من اون دختر دست نمیزن اما اینو دست میزنم، اما من میشناسمش خیلی خوبه ترنس. یه روز بیاد پیش من، بیاد به من بگه، حتی پولم بخواد بهش میدم، باش رابطه‌ام برقرار میکنم. خیلی خوبه. از دختر خوشگل تر. تو الان بیشترین پولی که برای کس دادی چقدر بوده؟ من تو یک شب رفته بودیم یک جا، تو یک شب من شاید درونم من نزدیک 8 میلیون تومان خرج کردم یک شب. نه برای یک کل که کردی چقدر دادی؟ میگم همون دیگه، همون یک 8 میلیون تومان. الان یعنی تو برای 8 برای یک کس عفونتی 8 میلیون خرج کردی؟ اما خوب تو 8 میلیون دادی؟ 8 میلیون. نه بابا به قرآن 8 میلیون به چی دادی؟ به قرآن خیلی. اونم کی بود؟ اونم کی بود؟ دقیقاً 4 سال خورده پیش بود. 4 سال خورده پیش بود. به چیز نه دو 4 سال پیش تو برای 8 میلیون خرج کردم. یک روز خرج کردم که باش تازه اولین بار آشناییمون بود. اینو بردم یک جایی، بعد 8 میلیون تومان پیاده شدم. یک هر دو اینا زورش برگشتیم 8 میلیون تومان. کجا رفتی 8 میلیون خرج کردی؟ سمت رامسر. خب چی مثلا با 8 میلیون براش چیکار کردی مگه؟ خب وسیله براش خریدم، یه خورده لباس نواس براش خریدم، بعد پول چیز ویلا میلا اینا نه، ویلا نه، ویلا خب خودم داشتم، اما خرج کردم غذا و بعد لباس و اینجا برای اینا براش خریدم نزدیک 8 میلیون تومان. 8 میلیون خرج کردی یک شب یه بار کردی؟ ارزش داشت؟ آره برای من ارزش داشت. من هم دیگه به هیچ عنوان پیر نمیشم تو زندگیم، دیگه به هیچ عنوان پیر نمیشم. تو چیز کن به سرمه، تو خودتو میوت کن ولی باش تو لایو. برو قول یعنی چی پیر نمیشی؟ ببین همون تازه توی گفتی که فلانی داری من فلان کار میکنی، خب منم دقیقا همون حس رو داشتم اون لحظه که اینا چیز میکردم باش سکس میکردم، باور نمیکردم اصلا. خب چرا مگه دختره چی بود باور نمیکردی؟
یه چیزی من بگم اپ داره یا نه راحت باشم؟ نه بابا تو برسه چی بگو. ببین دختر خب اکثر واجناشون خب اینا چیزشون زده بیرون خب، اما این دقیقا اینا اینجوری آی دقیقا اینجوری هیچی بیرون زده نبود. ببین هیچی بیرون زده نبود اصلا. ببین به زور میرفت داخل با جلوش باز بود. نه 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 عمل نکرده بود، عمل نکرده بود، به زور میرفت داخل. منظور تو اینه که دخترها، منظور تو اینه که کست زنها یه چوچول دارن اینجوری اومده بیرون آف باید. آره این نداشت اولین بار بود، این کستش تو رفته بود، این کستش آره. تو رفته بود به زورم میشد بکنی. آره آف باید. دقیقاً همین، دقیقاً همین. بعد یک هیکلی داشت، یک هیکلی داشت که من مثل اون دیگه ندیدم، من مثل اون دیگه ندیدم. غلط کردی. حالا این چیه میشه سر رو بریم هیکل من رو ببینی آب سم اینجوری از تو کونت میاد. آب از تو کونت میاد به خدا. آیا من اجازه دارم؟ اینکه چقدر با سکس کردی و خیلی لذت داشت اینا. چهار بار. آخه من خیلی بد شانس. چهار بار. من توی دو ماه پیش یه آقایی اومد منو کرد. آقاه نمایشگاه ماشین داشت، علی نمایشگاه ماشین داشت، یه بنزم زیر پاش بود و قدش 2 متر بود، هیکلی گنده، یعنی منی که 180 قدم جلوی اون مثل یک موش بودم. فکرشو بکن دیگه اون چقدر گنده بود. فکرشو بکنید بچه ها، من که قدم 180 جلوی وقتی که از در وارد شد اومد به من سلام کرد منو بغل کرد، من مثل موش بودم براش، مثل موش بودم. بعد این منو تن، خب خیلی خوشحال استرس داشتم که به بچی کیسی منو اومده کرده، منو میخورد، کونمو لیس میزد، لب میگرفت، همه جامو خورد. تنها بدی که داشت این بود که از موقعی که اومد داخل، خب جایی که من زندگی میکنم خیلی امن نیستش، دوز و اینا زیاده، گفت این ماشین منو ندوزن. آخه منم دیگه استرس رفت تو وجودم، گفتم حالا بنده خدا به خاطر یه کونه من ماشینشو میدوزن از اینجا، خب خیلی جای من خطرناکه. آخه دیگه اینو گفت دیگه من اصلا از سکسی چی نفهمیدم. زمانی که این منو میکرد من اصلا لذت نمیبردم، همش به فکر بودم خدای ماشینش چی کارش نشه، ماشینشو نبرن، چون من خیلی چیزم استرسی هم، یه چیز کوچیک منو داغون میکنه. چه تجربه بعدی هم داشتم، در یه بار دیگه یه آقای اومد خونه ما، شب تا صبح بود، صبح که بیچاره 6 صبح می‌خواست بره سر کار ماشینشو دزدیده بودن. آخه دیگه ریده بود، تجربه بدی تو زندگیم بود. و به خاطر همین خیلی مرد خوب بود، خوشگل، گلی کیرکولوف، بدون کاندوم هم کرد، کیرش هم ساک دادم، همه کار بدنش بدون مو، همه چی. فقط این که از وارد که شد گفت ماشینمو ندوزن، دیگه استرس وارد شد، من لذت نبردم. حالا 2 ماه از اون موقع گذشته به کسکش هر روز پیام میدم، اسمش چریه، میگم چری چری میای؟ هی میگه باشه میام، هی میگه میام. میگم آخه من خودم برات ماشین میفرستم، ماشینتو نیار. نمیاد دیگه، ترسیده. او مای گاد، خیلی دنیا به خدا خیلی تو کفشم. دنیا آیه نفت گریه کن از دلش در بیار، آیه نفت گریه کن از دلش بیار. خیلی تو چفت گریه نفت، گریه نفت، آه های دلم خواست. آره خیلی تو کفش نام یه بوسم. آخه یه چیزی علی آقا، شما به عنوان یک مرد چه چیزی براتون، مثلا ما چی کار کنیم که مثلا میخوام کمک بگیرم، مثلا تو به عنوان یک مرد چی تو رو مثلا حشری میکنه که مثلا منو تو خیابون ببینی، منی که یک ترنسم، من چی کار کنم که کیر تو بلند شه؟ ببین دختر، یک پسری که دختر حشری میکنه، یک اول باسنشه، اول پسر مینه باسنه،
بعد سینای 85 این دوتا رو داشته باشه پسر سریع عشری میشه. خب من که نه سینه دارم نه کون دارم، کونم که انگار ملات کشیده. چهره خب چهره داری دیگه، چهره دیواری، چهره باربیه. ببین بعضی هستن میگن پسر اکثرشون اکثریت با این پوزیشن خوششون میاد، اما بعضی ها با فیس صورت خوششون میاد. شما جزء خب حالا به نظر شما من که سینه ندارم و کون ندارم چه جور با چه استایلی میتونم برم بیرون که مردا رو جذب خودم کنم؟ آها شه از کی داره آموزش میدی؟ وای دنیا. خب ایشون مردن دیگه. آی منم مردم، بگو من بهش بگم چی میخوای عشقم؟ بگو علی آقا بگو، مثلا نظر شما مثلا تو خیابون منو ببینی، من کون ندارم سین ندارم یه لاغرم، چی تو من جذب، من چی کار کنم که تو جذب من بشی بگی زمان... این چه کونیه بذار بکنم از آیان؟ خب تو کون نداری سینم نداری، خب تو کون نداری سینم نداری، باید یه آرایش ملایم، غلیظ نه، غلیظ نه، یک آرایش ملایم بکنی، بعد یه تیپ اسپورت بزنی، مود همینجی بذار بلند باشه، خب مود بلند باشه، برو داخل سعی اوکی میشه برات. خب پس الان منی که کون ندارم سینه ندارم بعد رو فیسم کار کنم آرایش خوب، رو فیس صورتت، رو فیس صورتت کار کنم. ببین آرایش غلیظ بکنی چون چیز نداری اصلا کسی چیز توجه نمی کنه، رو فیس صورت یه آرایش ملایم بکنی سریع پسر اگه دیگه پسر خود میدونی چیزه. من فکر کنم بعد موامو بلون کنم یا صورتی کنم بعد فرش کنم با یه رج قرمز. موی بلون بهت نمیاد، همین مود بهت خیلی بهت میاد، موی بلون بهت نمیاد. خب صورتی چون این مود خیلی بیروهم کرده صورتم. نه مود مود خیلی خوبه. خب دنیا بپرس. من بپرسم و سوال ندارم. خب علی تو بپرس. من سوال بپرسم. آریان تا الان برای یک نفر شادان شده که بخوری بعد دیدوه آبشو بخوری بعد آبشو قورت بدی بره پایین؟ یه کسکشی بود بهم نگفت آبش سود میاد، تا کردم تو دهنم خارکسته آبش اومد. بعد خوردی یا ریختی بیرون؟ بعد حالم آوردم بالا زدم رو پاش، گفتم مادر جنده ای عوضی چرا اینجوری زود آبت اومد خارکسته؟ بعد گفت ببخش آخه بیچ خارکسته، من داشتم ساعت میزدم براش، دیدم آبش اومد مادر جنده. مردا بعدیشون همینه دیگه، خارکسته آبشون دست خودشون نیست. آره والا بعضی زود آبشون میاد. خب ببین حتما مادر جنده ها نمیگن تا آبمون زود میاد، حتما خوب میخوردی طرف آبش زود اومد دیگه، و این پسر یک دو سه که نیستش که، حتما خوب براش خوردی. کلن مردای حرومزاده هم دست خودش رو نیست آبش. هزاران پسر برس میارم سه ثانیه ای آبش رو میاد. سه ثانیه مگه داری؟ عزیزم آب خلوص بودن خودتون رو به گیر چیز به گردن لبای خوشگل ما نندازی رفیق. والا ما مورد داشتیم طرف لباش کیری بوده تا گذشته رو کیرش آبش اومده. مورد داشتیم یارو لپاش نشون داده آبش اومده. مورد داشتیم یحیا. واو. ما مورد داشتیم طرف با صورت یحیا آبش اومده. خب آریان جان بپرس. سرمی مالا درده سر نشه عزیزم.
اوکی. بچه ها لایف تموم شد، مرسی که بودین علی آقا، سرمه جون مرسی که بودی، دنیا جون ممنون که بودین.